کتاب 23 سال، نویسنده علی دشتی، فصل چهارم، متافیزیک، بخش اول، خدا در قرآن. این دانه خشخاش افتاده بر دریا با توده‌ای به وزن 6 ضرب در 10 به توان 21 تن و محیطی به طول 40,076 کیلومتر و با سطحی معادل 510 میلیون و 100 هزار کیلومتر مربع، یکی از سیارات کوچکی است که در 360 روز اندی به دور خورشید می‌چرخد و 8 سیاره دیگر در این گردش بیهوده اجباری با وی انبازند که آخرین آنها کره است به کوچکی عطارد به نام پلوتون که در مدار هوسناک خود میان 4.5 میلیارد و 7.5 میلیون کیلومتر از خورشید فاصله دارد. اگر بخواهیم این بعد را در ذهن مصور کنیم، ناچار باید جت سریع السیری را که حداقل 1000 کیلومتر در ساعت می‌پیماید سوار شویم تا پس از 70 سال تقریبا به وی برسیم. آنچه از قرائن علمی و ریاضی برمی‌آید، پلوتون منتها الهی قلمرو جاذبه خورشید نیست، بلکه باید 100 برابر این راه را پیمود، یعنی می‌بایست 7000 سال با سرعت 1000 کیلومتر در ساعت طی کرد تا به مرز جاذبه خورشید دیگری رسید. زیرا خورشید ما با این جاه و جلال یکی از ستارگان متوسط این کهکشانی است که شب‌های تابستان مانند خط شیری رنگی بر آسمان می‌نگریم و تا کنون از میان غبار کیهانی این کهکشان 7000 ستاره را ثبت کرده اند که هر کدام خورشیدی است و به احتمال و فرض نزدیک به عقل هر یک از آنها ممکن است برای خود منظومه این کمابیش مانند منظومه شمسی داشته باشند. این دانه خشخاش افتاده بر دریا 510 میلیون و 100 هزار کیلومتر مربع مساحت دارد. حجم آن مساوی با 1082 میلیارد و 842 میلیون و 210 هزار کیلومتر مکعب است، کمتر از 1100 میلیارد، اما در مقابل خورشید به درجه خورد است که اگر خورشید را جسم میانتویی فرض کنیم 1 میلیون کره زمین در آن جا می گرفت، زیرا خورشید به تنهایی 99.86% مواد منظومه خود را داراست. به عبارت دیگر 0.14 از 0.01 توده خورشید 9 سیاره و اقمار آن را تشکیل می‌دهد و سهم زمین و ماه آن کمتر از 0.01 از 0.14 خورشید است. در فضا ستارگانی هست که از بزرگی میتوان 500 میلیون خورشید را در آنها جای داد. خورشید با 1,392,000 کیلومتر محیط دایره و با توده‌ای قریب به 1,200,000,000,000,000 تن یکی از ستارگان کهکشان شیری است. در هر کهکشان حداقل 100 میلیارد ستاره تخمین میزنند و آنچه تا کنون به وسیله تلسکوپ‌های نیرومند و یا از روی قرائن ریاضی حدس می‌زنند، لااقل 100 میلیون کهکشان در فضا پراکنده است که کهکشان شیری ما یکی از آنهاست. فاصله ستارگان با ارقام معمولی قابل بیان نیست. از این رو آنها را با سال نوری می‌سنجند که تقریباً هر سالی معادل 9640 میلیارد و 800 میلیون کیلومتر، یعنی 300 هزار کیلومتر در ثانیه است. دوری پاره ای از ستارگان از کره زمین به حدی است که نور آنها پس از 100 تا هزارها سال به ما می رسد. از این ارقام گیج کننده تصور مبهم و بخارآلودی از عظمت کائنات در ذهن می آید و کره زمین از دانه خشخاش افتاده در اقیانوس کبیر حقیرتر می نماید. از تصور عظمت کائنات عجز و حقارت دردناکی به هر شخص اندیشمند دست می دهد. اگر برای این جهان گسترده و ظاهراً نامتناهی مرزی و کرانه ای باشد، از حدود اندیشه و حتی از حوصله پندار آدمیان دور و دور و دور است. حتی پرش گستاخانه وهم و خیال نمیتواند به جای راهبر باشد. اگر برای این جهان ناپیدا کرانه آغاز و انجامی باشد، چه از حیث مکان در خور فهم و ادراک ما نیست، حتی بنیه توانای پندار هم از دریافت آن ناتوان است. اگر برای جهانی بدین عظمت آفریننده ای قائل باشیم، ناچار باید بزرگتر از آن و محیط بر آن باشد. اگر این دستگاه دهشت انگیز و حدود ناپذیر گرداننده ای داشته باشد، ناچار باید توانایی نامحدود و نامتناهی برایش قائل شد. چاره ای نیست، باید ذات صانع ما فوق توهمات و پندارها قرار گیرد و از تصورات حدود آفرین ما بیچارگان حقیر فراتر و فراتر، منزهتر و منزهتر، برتر و برتر، عظیمتر و عظیمتر باشد و به قول جلال الدین آنچه اندر وهم ناید آن بود.
اما مشاهدات و مطالعات و بررسی های عقاید دینی نشان می دهد که بشر نتوانسته است چون این بیاندیشد و جز عده ای انگوش شمار دستگاه بیپایان خداوندی را به صورت بزرگتری از روی گرده زندگانی حقیر خود قیاس کرده و ذات بیمثال او را نمونه وجود خود با تمام انفعالات و تأثیرات، با تمام ضعف‌ها و نقص‌ها و با تمام اغراض و شهودات ساخته اند، نهایتاً اندکی بزرگتر. نمی‌دانم این جمله حدیث است یا مضمونی از عهد عتیق که در قالب این عبارت عربی در آمده است. خلق الانسان علی شاکلتون، یعنی خداوند انسان را به صورت خود آفریده است. اگر جمله را وارونه کنند و بگویند انسان خداوند را به صورت خود آفریده است، به حقیقت نزدیکتر است. چندی پیش کتابی پرمغز و طنزآمیز به دستم افتاد زیر عنوان و موسی خدا را آفرید. در حقیقت او عبارت تورات را که میگوید و خداوند دنیا را آفرید معکوس کرده بود، یعنی تصور موسی چنین خدایی را آفرید. خدایی که در سراسر عهد عتیق بر ما ظاهر می شود موجودی است قهار، سریع الغضب، بی اغماز و تشنه ستایش و عبادت. از این رو از میان میلیون ها مخلوق خود ابراهیم را دوست می دارد که به بندگی وی گردن نهاده است و بنابراین ذریه او را برای خیشتن انتخاب می کند و آنها را قوم برگزیده خود می سازد و آنها هستند که می بایستی بر کره زمین سلطنت کنند، زیرا پس از نوح بنده ای چون وی خدمتگزار و ستایشگر ذات خود نیافته است. به همین ملاحظات در سن پیری سارا آبستن می شود و اسحاق به وجود می آید. در تمام سرزمین کنعان دوشیزه‌ای که لایق همسری اسحاق و به وجود آوردن ملت برگزیده خدا باشد نیست. پس به ابراهیم امر می شود کسی را به کلده بفرستد و دختر برادر خود ربکا را خواستگاری کرده به فلسطین آورد. آنگاه از قوم بنی اسرائیل عهدی می گیرد که جز او کسی را ستایش نکنند و در عوض سلطنت روی زمین از آن آنها باشد. در تورات از کائنات بدان عظمت نشانی نیست. تمام توجه خدا به منظومه شمسی و از منظومه شمسی به کره زمین و از کره زمین فقط به سرزمین فلسطین معطوف گردیده است. یک مرتبه می‌بیند در دو آبادی صدوم و گموره مردم به فسق و فجور روی آورده اند، لذا در خشم شده و تصمیم به هلاک آن دو شهر می‌گیرد. تضرع و شفاعت ابراهیم که از خداوند رؤوف‌تر است اثر نمی‌بخشد و صاعقه فرود می‌آید. تر خشک با هم می‌سوزند و زن و مرد و حتی کودکان بیگناه به هلاکت می‌رسند. فقط برای خاطر ابراهیم فرشته‌ای را می‌فرستد که پسر برادر او لوط را از این قتل عام نجات بخشد. به همین نحو خدا در سراسر تورات به صورت یکی از پادشاهان خودکام و خودرای و پرتقاضا و بی اغماز در می آید. به صورتی در می آید که موسی می خواست آنگونه باشد و سلیمان و داوود از روی آن صورت ایدئالی بر یهود سلطنت کردند و حتی از تصاحب زن دیگران چشم نمی پوشیدند. به داستان زن ارمیا و داوود مراجعه شود. در قرآن خداوند به تمام صفات کمالی آراسته است: دانا، توانا، بینیاز، بینا، شنوا، حکیم و مرید است. یعنی تمام جهان هستی تابع مشیت اوست. اما صفات دیگری چون جبار، قهار، انتقامجو و کینه‌توز نیز به وی نسبت داده شده است. حتی از کید و مکر و خشم بهره وافری دارد و گاهی خیرالماکرین می شود. آیا در اینها تناقضی به چشم نمی خورد؟ اگر ذات پروردگار جوهر و قائم به ذات و نمونه کامل مطلق است، چگونه ارزهایی چون خشم و انتقام جویی بر او تاری تواند شد؟ قادر مطلق و بی نیاز مطلق چگونه ممکن است دچار خشم شود؟ زیرا خشم ارز است و از ناتوانی دست می دهد. امری و حادثهی مطابق میل شخص صورت نمی گیرد، از این رو حالت غضب بر او عارض می شود. بی‌نیاز مطلق چگونه از نادانی و حقارت مشتی آدمیان ضعیف که نمی‌توانند صانع و خالق حقیقی کائنات را تشخیص دهند به خشم آمده و با آنکه غفور و رحیم و حتی ارحم الراحمین است می‌فرماید ان الله لا یغفر من یشرک به الی آخر، و آنگاه برای آنها عذاب جاویدان مقرر می‌فرماید با آنکه خود می‌فرماید ان ربک لیس بالظلام للعبید، یعنی به صفت عدل آراسته است، گناهکاران را در آتش جاویدان می اندازد و برای اینکه خیال نکنند پس از افتادن در دوزخ سوخته و معدوم و به نتیجه آسوده می شوند، در قرآن می فرماید کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، یعنی هرگاه پوست آنها سوخت پوست تازه بر آنها می رویانیم تا کاملا عذاب را بچشند.
آیه 56 سوره نساء. آیا برای این شدت عمل جز خشم افروخته تسکین ناپذیر توجیهی می توان یافت و خود خشم که نشانه عجز و ناتوانی است به قادر مطلق قابل انتساب است؟ آیات بیشماری در قرآن هست که هر گونه هدایت و گمراهی را از طرف باری تعالی فرموده و آیات بیشمار دیگری هست که برای آدمیان تکالیفی معین فرموده و متخلفان از آن تکالیف را به عذاب و عقاب شدید وعده داده است. گاهی دانای مطلق و توانای مطلق نیازمند کمک و یاری آدمیان می شود. قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الالله، قال الحواریون نحن انصار الله. یعنی عیسی به حواریون خود گفت کیست که مرا در راه خدا یاری دهد؟ حواریون گفتند ما یاران خداییم. صف آیه 14. و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و ليعلم الله من ينصره و رسله. یعنی ما آهن را فرستادیم که منشأ بیم و سود تواند شد تا خداوند بداند چه کسانی او و فرستاده اش را یاری خواهند کرد. سوره حدید آیه 35. این مباحث اصولی را بگذاریم برای شارحان قرآن و دانشمندان علم کلام که در طول چندین قرن به تأویل و تفسیر پرداخته اند تا رنگ تناقض یا لااقل تغایر و تخالف را از آن بزدایند و اکنون به سیری اجمالی و زودگذر در بعضی محتویات قرآن که به حوادث جاری 23 سال اختصاص دارد اکتفا کنیم. خداوند بزرگ و گرداننده این جهان بی آغاز و بی انجام از بی ادبی ابولهب که به پیغمبر گفت تبا لک یا محمد الهازا دعوتنا، در خشم شده و بیدرنگ سوره مسد را نازل می فرماید و حتی زن او را از صاعقه تحقیر خود معاف نمی فرماید. تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیسلا نارن ذاتن لهب و امرأته حمالت الحطب فی جیدها حبل من مسد. خداوند بزرگ از غرور و خودستایی ابوالاشد به تنگ آمده و در سوره بلد جوابی تازیانوار به کبر و خودنمایی او می‌دهد، چنان که سوره همزد مشتی است به دهان ولید ابن مغیره و امیت ابن خلف که در حضور محمد با چشمک و کلمات نیشدار محمد را استهزا کرده و به مکنت خود می‌بالیدند. همچنین سوره کوثر جواب سرکوفت عاص بن وائل است که پس از مرگ پسر پیغمبر او را ابتر و بلاعقب گفته است. خداوند بزرگ و آفریننده کائنات از مسافرت کعب بن اشرف پس از جنگ بدر به مکه سخت در خشم می شود، مخصوصا از این بابت که کعب یهودی و اهل کتاب است و ازالک با مشرکان شکست خورده همدردی می کند و آنها را برتر از محمد خداپرست و موحد می داند و در آیه های 51، 52، 53 و 54 سوره نساء شکایت تلخی از این بابت دیده می شود. سوره هش رجزخانی خداوند است در قلع و قمع بنی نذیر که سزای یهودیگری آنها را کف دستشان گذاشته و از این رو ابن عباس آن سوره را سوره بنی نذیر نام نهاده است. خداوند در قرآن به معارضه با مخالفان پیغمبر خود و ریختن خشم خود بر کسانی که در راه موفقیت حضرت محمد تولید اشکال می کردند اکتفا نکرده و به امور داخلی و مشکلاتی که فرستاده ی وی با زنان متعدد داشته است وارد می شود. یکی از آن مشکلات تمایل قلبی فرستاده او به زینب ابن جحش زن زید ابن حارثه است. از این رو در دل زید کراهتی نسبت به زینب می آفریند، اما پس از طلاق و سرآمدن عده او را به رسول محبوب خود به زوجیت می دهد. در همین سوره احزاب مشکل نفقه اضافی خواستن زنان پیغمبر پیش می آید، زیرا بعد از قتل عام بنی قریظه غنایم فراوانی به دست می آید و خود این امر زنان پیغمبر را به ادعای نفقه بیشتری وامی دارد، ولی خداوند به آنها می فرماید باید با همین نفقه بسازید یا طلاق بگیرید و با این تهدید مشکل حل می شود. پس از آن مشکل دیگری پیش می آید که آیات زیادی از سوره تحریم بدان اختصاص یافته و آن قضیه همخوابگی پیامبر با ماریه قبطیه و غوغا کردن حفصه است که در فصل پیش شرح آن رفت.
در هر صورت خدا از حسادت ورزی عایشه و حفصه و مزاحمت خاطر رسول خیش ناخشنود شده و به آن دو زن اخطار می‌کند که اگر توبه نکنید و باعث رنجش پیغمبر شوید، خدا و جبرئیل و مؤمنان صالح به یاری او می‌شتابند و اگر چنین شد و شما را طلاق داد، خداوند زنان بهتری را نصیب وی خواهد فرمود. زنان مسلمان، مطیع، روزه‌گیر، نمازگزار، مهاجر، بیوه، باکره و الی آخر. در یکی از تفاسیر نوشته شده است مقصود از زنان بیوه آسیه زن فرعون و مقصود از باکره حضرت مریم است که این هر دو در بهشت زن حضرت رسول خواهند شد و البته این تفسیر انعکاس عقده روحی خود مفسر است، ورنه در قرآن چنین مطلبی نیامده است. اساس سوره نور بر قضیه افک و اتهام حضرت عایشه قرار دارد و از همین روی در آن سوره حد افترای بر زنان عفیفه معین شده و آن حد برخلاف اصل عطف به ما سبق نیز شده و با 80 تازیانه‌ای که به حسان بن ثابت و حمیه دختر جحش میزنند پاکدامنی عایشه مسلم میشود. در سالهای 622 تا 632 میلادی تمام آن کائنات لایتناهی به دست اهمال و فراموشی سپرده شده و حتی به سایر کشورهای کره زمین نیز توجهی نشده است، زیرا مشتی اعراب حجاز و نجد فکر خداوند بزرگ را به خود مشغول کرده بودند و گاهی از ترس یا تنبلی در غزوه‌ای شرکت نمی کردند. از این رو امر می فرمود آتش دوزخ را به شدت بیشتری بتابند و برعکس کسانی که یا از راه ایمان و یا به طمع دست یافتن بر غنایم رشادت و جلادت به خرج داده اند، جناتون تجری تحت الانهار بر اینشان مهیا می کنند و هرگاه رسول محبوبش از تمسخر و طعن به رنج می افتاد به او دلداری می داد که کار او را به ما واگذار کن. انا کفیناک المستهزئین. مهمترین و برجسته ترین دخالت حضرت باری تعالی در امور اعراب در جنگ بدر روی داد و سراسر سوره انفال راجع به این واقع است. قافله‌ای با کالای فراوان به ریاست ابو سفیان از دمشق به مکه می رفت. حضرت محمد از این قضیه مطلع گشته با یاران خود برای زدن کاروان و تصاحب اموال بیشمار از مدینه خارج شد. ابو سفیان بویی برد و از مکه کمک خواست. ابو جهل با جنگجویان قریش به حمایت کاروان تجارتی از مکه بیرون شتافت. ابو سفیان در عین خواستن کمک احتیاط را از دست نداده راه خود را کج کرد و راه ساحلی را در پیش گرفت و کاروان را سالم به مکه رساند. حضرت محمد و یارانش به جای اینکه به کاروان ابو سفیان برسند، در جایی به نام بدر با لشکریان قریش مواجه شدند و طبعا کسانی که برای دست یافتن بر غنایم بیشمار و بی دردسر اکنون مواجه با جنگاوران قریش شده اند، به تردید افتاده و معتقد بودند به مدینه برگردند. آیه 7 سوره انفال اشاره به این موضوع است و خداوند آنها را ملامت و به جنگ با کفار تشویق می‌فرماید و وعده کمک فرشتگان می‌دهد. و نفرین ابو جهل را نیز در آیه 19 سوره انفال پاسخ می‌گوید و حتی به محمد خطاب می‌کند و ما رمیت و از رمیت و ولکن الله رمی، یعنی این مشت شنی که تو به طرف مشرکان پرتاب کردی و آنها کور شدند تو پرتاب نکردی، زیرا یک مشت شن ممکن نبود به چشم صدها جنگجو برسد، ولی خداوند آن شنها را به چشم کفار پرتاب فرمود. پس از شکست مشرکان که مشکل تقسیم غنایم پیش می آید، باز خداوند خمس غنایم را مخصوص رسول و بیت المال مسلمین مقرر می فرماید و ترتیبی در توزیع غنایم می دهد. پس از آن مشکل چگونگی رفتار با اسرا پیش می آید و نخست خداوند رأی عمر را که معتقد بود برای ایجاد رعب گردن همه آنها را بزنند تأکید می کند. آیه 67 سوره اسراء ما کان لنبی و الی آخر. و سپس در آیه 70 رأی معتدل ابوبکر را میپذیرد که از آنها فدیه گیرند و آزادشان سازند و خلاصه تمام سوره انفال شارح حل مشکلات بین مسلمانان و مشرکان و یهود است. آیه 9 سوره احزاب حاکی از مداخله خداوند است در مشکلاتی که اتحاد بنی قطفان و قریش پیش آورده بود که چند هزار نفر به محاصره مدینه پرداختند. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم از جاعتکم جنودون فارسلنا علیهم ریحن و جنودن لمتروها، یعنی ای گروه مؤمنان نیکی خداوند را فراموش نکنید. بر لشکریان مهاجم و محاصره کننده مدینه باد تندی گماشتیم و لشکری برای دفع آن فرستادیم که شما ندیدید. و پس از آن آیه های 10، 12 و 13 همون سوره حاکی از دخالت خداوند در پیشامدهای ناگوار و یاری مسلمین است.
تفسیر کمبریج قضیه را بدین گونه شرح می‌دهد: پس خدای تعالی بادی بفرستاد تا میخهای خیمه ایشان بکند و آتشهای ایشان را بکشت و طویله اسبان را بگسست تا همه در یکدیگر افتادند و فرشتگان تکبیر کردند. ابداً به ذهن مفسر مؤمن خوش عقیده خطور نکرده است که خداوند چرا این باد را 20 روز قبل به مدینه نفرستاد تا حضرت محمد و یارانش را از رنج کندن خندق و از نگرانی و هول معاف فرماید، و باز به ذهن او و هیچ یک از مسلمانان آن وقت و آثار بعد نرسید که چرا خداوند در جنگ احد همان دسته فرشتگان را که به بدر فرستاده بود یا طوفانی که در جنگ خندق برانگیخت نفرستاد تا آن فاجعه روی ندهد و آن شکست دردناک صورت نگیرد و 70 تن از مسلمانان که عموی دلیر و جوان و محبوب پیغمبر نیز در آنها بود شهید نشوند. اگر آن باد یا آن فرشتگان در جنگ احد شرکت کرده بودند، سنگ به دندان پیغمبر نمی خورد و آن اوضاع تلخ و شرمگین پیش نمی آمد که اگر دفاع مردانه و شجاعانه علی ابن ابی طالب نبود، خود حضرت نیز شهید می شد. از سیر در قرآن کریم دورنمای اوضاع اجتماعی حجاز در برابر چشم گسترده می شود، و اگر احکام و تعالیم اخلاقی را کنار بگذاریم، بخش چشمگیری از معارضه ها و حوادث آن زمان مشاهده می شود. صدها آیات قرآنی حاکی از مجادله، جواب ناسزاگویان، فیصله دادن قضایای خصوصی و شخصی، تشویق به جنگ و حتی ملامت کردن کسانی است که سستی و تهاون در این باب نشان داده اند. همچنین وعده غنایم کثیره، تصاحب مال و زن دیگران، انواع تهدید مخالفان و عذاب جاوید بر کسانی که اطاعت نکرده اند. صاعقه غضب خداوند همچون شمشیر دموکلس در فضا معلق است و تر خشک را با هم می سوزاند و قریه ای یا شهری را برای نافرمانی عده‌ای انگشت شمار منهدم می کند. در قرآن تمامی آن اوضاعی که برازنده وجود آدمی است در خداوند مشاهده می کنیم. راضی می شود، غضب می کند، دوست می دارد، بدش می آید، خوشنود می گردد و خلاصه کینه، مهر، خشم و حتی کید و مکر و حیله و همه عوارض روح ضعیف پرنیاز و سریع الانفعال آدمی بر ذات منزه باری تعالی تاری می شود. اگر برای این جهان ناپیدا کرانه خالق و صانع مؤثری فرض کنیم، به بداهت عقل باید منزه از این اوصاف باشد و ناچار باید آنها را، آن اوصاف نامتناسب با آفریننده کائنات را، صورت انفعالات روح بشری خود حضرت رسول دانست که خود می‌فرماید: من هم بشرم، خشم می‌گیرم و متأثر می‌شوم و از این رو بر مرگ فرزند خود می‌گرید، یا از مشاهده جسد مثله شده حمزه چنان از حالت طبیعی خارج می‌شود که سوگند می‌خورد 30 تن از قریش را مثله کند. از اینجا یک موضوع به ذهن می رسد که خداوند و محمد به طرز قابل تأملی در قرآن با یکدیگر مخلوط می شوند و این تنها توجیهی است که می توان در بسیاری از مشکلات قرآن آورد و از همین روی اگر بدین موضوع نظر اندازیم شاید قدری روشن شود. تمام مسلمین بر این متفقند که قرآن کلام خداست و در متن قرآن نیز مکرر این مطلب تصریح شده است: و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، و یا انا انزلناه فی لیلت القدر. قرآن به همین جهت یگان سند غیر قابل خدشه مسلمین و موضوع تکریم و اجلال آنها قرار گرفته است، به درجه ای که پس از یک قرن درباره اینکه قرآن محدث یعنی مخلوق یا قدیم یعنی مانند ذات باری تعالی مسبوق و عدم نیست، میان علمای اسلام مباحثات و مشاجراتی طولانی روی داد و دامنه آن تا چندین قرن کشیده شد. حال کار به این بحث نداریم که این مطلب مباین با محسوس و مشهود و موازین عقلی است و حتی برخلاف موازین شرعی و اصول علم کلام است و امام بزرگ اهل سنت احمد ابن حنبل در زمان معتصم آنقدر تازیانه خورد که از هوش رفت و حاضر نشد از عقیده خود برگردد و قرآن را مخلوق و محدث بگوید، بلکه معتقد بود جمله تبت یدا ابی لهب و تب مانند ذات خداوند ازلی است. هنگامی که تبی بر جماعتی مستولی می شود، با حرف و استدلال نمی توان آن را خاموش و آرام کرد، اما از خواندن قرآن و غور در بعضی از مطالب آن آشکار پدیدار می گردد. برای نمونه به سوره فاتحه که سبع المثانی نیز نامیده شده است و آن را از مهمترین سوره های قرآنی می دانند و از این رو در صدر مصحف قرار گرفته است نظر افکنیم.
سوره فاتحه نمیتواند کلام خداوند باشد، بلکه از مضمون آن چنین به نظر میرسد که کلام خود حضرت پیغمبر است، زیرا ستایش حق است، اظهار بندگی به درگاه خداوند عالمیان است و تمنای هدایت و عنایت است. خداوند خود نمیفرماید الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ستایش و سپاس خداوند جهان را سزاست، خداوندی که مهربان و بخشنده و صاحب روز رستاخیز است. اگر سوره فاتحه با کلمه قل آغاز شده بود، چنان که در بسیاری از سوره ها یا آیات چنین است، این اشکال پیش نمی آمد. قل هو الله احد، قل یا ایها الکافرون، قل انما انا بشر مثلکم. معقول و منطقی نیست که خود خداوند بفرماید اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، که معنی آن واضح است، ما را به راه راست هدایت کن، راه کسانی که مورد عنایتند، نه آنهایی که گمراهند و مشمول خشم و غضب هستند. سراسر سوره فاتحه ستایش و نیاز به درگاه خداست، پس کلام خدا نیست و باید فرض کرد کلام خود محمد است که آن را اختصاص به نماز داده است. به همین دلیل عبدالله ابن مسعود که از معتبرترین کاتبان وحی و حفظه قرآن بود، آن را و دو سوره دیگر را جز قرآن نمی داند. سوره مسد از حیث موضوع قابل انتساب به پروردگار عالم نیست. این سوره جواب پرخاش و بی‌ادبی ابولهب است. حضرت از اقوام و بزرگان قریش دعوتی فرمود که بر آنها اسلام را عرضه کند. وقتی حضرت سخنان خود را گفت، ابولهب برآشفت و فریاد زد تب بالک یا محمد. آیا برای گفتن این مطالب بی سر و ته ما را اینجا خوانده ای؟ از این رو در سوره مسد همان کلمه تب آمده است و این سوره از طرف پیغمبر که دوچار بی احترامی شده و زن ابولهب ام جمیل خار و خاشاک جلوی پایش میریخت چندان ناشایسته نیست، ولی از ساحت کبریای آفریننده جهان و قادر مطلق دور است که به یک عرب نادانی دشنام دهد و زن او را حمالت الحطب بنامد. در آیات قرآنی گاهی فاعل جمله شخص اوست و گاهی شخص سوم می شود، مثل اینکه نخست خداوند سخن می گوید و سپس حضرت محمد از جانب خدا سخن می گوید. مثلا در سوره نجم نخست خداوند سخن می گوید و رسالت پیغمبر را تأکید می کند. ما زل صاحبکم و ما غوا و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی. ولی از آیه 20 الی 28 مثل اینکه خود محمد سخن میگوید، چه با لهجه عتاب و ملامت به اعراب میفرماید الکم الذکر و له الانثا، یعنی آیا شما پسر دارید و او یعنی خداوند دختر دارد؟ چه خداوند به خود نمیگوید که او دختر دارد؟ علاوه بر این که تفاخر به داشتن پسر و مایه ننگ شمردن دختر را در اخلاق و عادات عرب حجاز باید جستجو کرد، چنان که در آیات دیگر این معنی آمده است افا اسفاکم ربکم بالبنین و اتخذ من الملائکت اناسا انکم لتقولون قولا عظیما، یعنی آیا خداوند امتیاز داشتن پسر را به شما داده است و برای خود از فرشتگان جنس اناس را اختیار کرده است؟ سوره اسراء آیه 143. ظاهر آیه عبارت از این است که کلام از طرف حضرت محمد صادر شده است، زیرا میگوید آیا خداوند به شما پسر داده است و برای خود دختر اختیار کرده است؟ اگر کلام از طرف خداوند بود، باید بگوید آیا من امتیاز داشتن اولاد ذکور را به شما دادم و خود اناس را برگزیدم؟ بدیهی است خداوند چنین سخن نمیگوید، زیرا در نظر خداوند پسر و دختر فرقی ندارند. حتی میان ملل متمدنه نیز چنین تنگ نظری و افکار کوچک موجود نبود. عرب ها بودند که به داشتن پسر فخر می کردند و حتی از فرط وحشیگری دختران را می کشتند و از طرف دیگر ابلهانه می پنداشتند فرشتگان از جنس اناسند و حضرت محمد که خود نیز بنابر عادت قومی آرزوی پسر داشت و هر زنی می گرفت بدین امید بود که پسری برای او بیاورد و هنگام مردن قاسم نیز سخت ناراحت شد، مخصوصا که آس ابن وائل او را سرکوف داد و بلاعقب خواند، چه وارث حقیقی را عرب ها پسر می دانستند و همچنین از تولد ابراهیم از ماریه قبطی خوشنود و از مرگ کودک سخت نالان و گریان شده، چون این محمدی به مشرکان خطاب کرده می گوید افا اسفاکم ربکم بالبنین. این معنی که دو متکلم در یک آیه با هم می آمیزند و خدا و محمد با یکدیگر مخلوط می شوند در قرآن بسیار است. یک نمونه آشکار آیه نخستین سوره اسراء است. تا
تنها آیه‌ای که مسلمین آن را دلیل معراج می‌گویند. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. ترجمه کلمه به کلمه چنین است: پاک و منزه است کسی که بنده خودش را شبانه از مسجد الحرام به مسجد الاقصى که برکات را پیرامون آن ریخته ایم سیر داد تا عجایب قدرت خود را بر وی بنمایانیم. او شنوا و بیناست. قسمت نخستین جمله که ستایش پروردگار است، در سیر دادن بنده خود از مکه تا فلسطین معقول نیست از طرف خداوند باشد، زیرا خداوند خود را نمی ستاید و بلکه شایسته است که حضرت محمد خداوند را به چنین عنایت بستاید. اما جمله بعدی که وصفی از مسجد الاقصا می کند و می فرماید پیرامون آن را برکت داده ایم، از زبان حضرت حق است، چنانکه جمله لنوریت من آیاتنا، یعنی تا عجایب قدرت خود را به او بنمایانیم، باز از طرف خداوند است. ولی باز آخر آیه مثل این است که محمد سخن میگوید، چرا که میگوید او خود بینا و شنواست، زیرا خدا به خود نمیگوید او بینا و شنواست. موارد عدیده‌ای در قرآن هست که بدون مقدمه فاعل فعل از شخص اول مبدل میشود به شخص سوم، مانند آغاز سوره فتح: انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. یعنی ما پیروزی درخشانی نصیب تو کردیم تا خداوند گناهان گذشته و آینده تو را ببخشد، که سیاق عبارت باید این باشد: لنغفر لك ما تقدم، یعنی تا گناهان گذشته و آینده تو را ببخشیم. بدیهی است بعضی از اینها مانند شاهد فوق قابل توجیه است، ولی بعضی دیگر را دشوار است توجیه کرد، مانند آیه لقد کان لکم فی رسول الله اسوه لمن کان یرجو الله، یعنی کسانی که می‌خواهند خداوند از آنها راضی باشد از رسول الله پیروی کنند. اگر خطاب از طرف حق باشد، آیا نبایستی گفته شود کسانی که مرا می‌خواهند باید از فرستاده من پیروی کنند؟ در سوره احزاب پس از ستودن مؤمنان صادق در آیه 22 در آیه 23 می‌فرماید لیجزی الله از صادقین به صدقهم و یعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم، یعنی خداوند راستان را به پایداری در جنگ خندق سزای نیک می‌دهد و منافقین را اگر خواست جزا می‌دهد یا می‌بخشد. ظاهر عبارت این است که حضرت سخن می‌گوید نه خداوند، چرا که اگر خداوند گفته باشد باید در صیغه شخص اول آورده شود و بفرماید عجزی الصادقین و الی آخر. آری، خداوند و محمد در قرآن به هم در می‌آمیزند. گاهی خدا سخن می‌گوید و به حضرت خطاب می‌کند که بگو، گاهی سیاق عبارت طوری است که خود حضرت محمد سخن می‌گوید و اظهار بندگی به خداوند از آن مستعاد می‌شود. گویی در کنه وجدان و ضمیر ناخودآگاه او کسی نهفته است که او را به هدایت مردم مأمور می‌کند و از لغزش باز می‌دارد و بدو الهام می‌بخشد و طریقه حل مشکلات را پیش پایش می‌گذارد. جز با این توجیه نمی‌توان بعضی آیات را که در آنها نسبت کید و مکر به خدا داده شده است فهمید. در سوره قلم آیات 44 و 45 می‌فرماید فزرنی و من یکذب به هذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین، یعنی کار آنها را که به تکذیب تو پرداخته اند به من واگذار، بدون آن که بدانند آنها را به دام خواهم انداخت. این مطلب در سوره اعراف آیه های 182 و 183 نیز آمده است، با این تفاوت که در آغاز آیه می‌فرماید والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم. در آیه 30 سوره انفال که از کنکاش قریش در دارالندوه سخن می‌راند، باز نسبت مکر به خداوند داده شده است: و از یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین، یعنی کافران حیله می‌کنند که تو را زندانی یا از شهر بیرون کنند یا بکشند. آنها حیله می‌کنند و خداوند هم حیله می‌کند، ولی خداوند بهترین حیله کنندگان است. وقتی شخص با حریف زورمندتر از خود روبرو شد، ناچار به مکر متوسل می‌شود. آیا خداوند قادر مطلق که با گفتن کلمه کن جهانی را می‌آفریند و یا به محض اراده هر چه بخواهد صورت می‌گیرد، در اینجا به صورت یکی از شیوخ عرب در نیامده که زیرکتر و با فراستتر از طرف مقابل است
و عمرو عاص را در مقابل ابو موسی اشعری و حکمیت در باب خلافت معاویه و علی را به خاطر نمی آورد؟ مخلوط شدن سخن خداوند و سخن محمد در این دعایه 99 و 100 از سوره یونس نیز دیده می شود. و لو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا اف انت تکره الناس حتی یکونو مؤمنین و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. یعنی اگر خدای تو میخواست همه ساکنان کره زمین ایمان میآوردند، آیا تو میتوانی آنها را به ایمان بکشانی؟ هیچ فرد آدمی جز به اذن خدا ایمان نمیآورد و پلیدی را ملازم مردمان غیر عاقل ساخته است. آیه اول خطاب حضرت حق است به محمد، ولی آیه دوم گویی سخن خود حضرت محمد و مکنون فکر اوست و نوعی تسلیت به خیشتن و توجیه اصرار مشرکان است در نپذیرفتن دعوت خود. چنین خدایی که خود نخواسته است مردم ایمان آورند، طبعا از ایمان نیاوردن آنها به خشم نمی آید، زیرا خشم هنگامی روی می دهد که امری مخالف میل و اراده شخص رخ داده باشد. لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین ان شاء او یتوب علیهم ان الله کان غفورا رحیما. یعنی خداوند راستگویان را جزای خیر و منافقان را اگر خواست عذاب می‌دهد و یا توبهشان را قبول می‌کند. خداوند بخشاینده و رحیم است. فحوای سراسر آیه چنین است که حضرت رسول سخن می‌گوید نه خدا. اعراب ناپایدار و متلون المزاجند، از هر طرف باد بوزد بدان سوی روی می‌آورند. از این رو در جنگ بدر عده‌ای از مسلمانان مکه همراه لشکریان ابو جهل به جنگ محمد آمدند. خداوند از این ناپایداری و بی ایمانی و تلون مزاج مستضعفین چنان بدش آمد که آیه های 96 تا 99 سوره نساء را درباره آنها نازل فرمود. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان یعفو عنهم و کان الله عفوا غفورا. که تقریبا چنین معنی می‌دهد: به آنها گفتند شما که مسلمان بودید چرا در جنگ با محمد شرکت نکردید؟ گفتند ضعیف بودیم. بدانها پاسخ دادند که زمین خدای فراخ بود، چرا مهاجرت نکردید؟ پس جای شما در جهنم است، مگر مردان ضعیف یا زنان و اولاد که ممکن است خداوند آنها را عفو کند. در مکه خداوند به حضرت محمد می‌فرماید ادعو الى السبيل ربك بالحکمت والموعظة الحسنه و جادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن زل عن سبيله و هو اعلم بالمهتدين. یعنی در راهنمایی خلق به حکمت و اندرزهای سودمند متوسل شو، به صورت ملایم اخلاقی با آنها مجادله کن. خداوند خود هم گمراهان را میشناسد و هم هدایت شدگان را. سوره نحل آیه 125. پس از گذشت چندین سال که اسلام قوت گرفته و محمد با عده زیادی به مکه آمده است و آن را فتح کرده است، لهجه خداوند تغییر می کند و چون جباری بی اغماز می فرماید فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْهُرُمُ فَقْتُلُ الْمُشْرِكِينَ حَيْسُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُزُوهُمْ وَحْسُرُوهُمْ وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْسَدْ. یعنی همین که ماه‌های حرام منقضی شد، هر جا مشرکان را یافتید بکشید، آنها را تعقیب و در خانه‌هایشان محاصره کنید و در هر گوشه برای شکار آنها به کمین بنشینید. سوره توبه آیه 5. انسان ضعیف با توانایی‌های محدود طبعا در مواجهه با مشکلات و دشواری‌های زندگی یا در هنگام موفقیت و کامروایی ممکن است از وی دو گونه حالت بروز کند و دو روش متغیر داشته باشد و دو نوع بیان از وی سر زند. ولی این امر درباره قادر مطلق و دانای مطلق و حکیم مطلق که هیچ چیز بر وی پوشیده نیست و هیچ رادع و مانعی در برابر ارادهش پیدا نمی شود صادق نیست. معذالک در سال اول هجرت آیه لا اکراه فی الدین نازل می شود و مدتی بعد، شاید یک سال بعد، می فرماید قاتلوا فی سبیل الله لا یستوی القاعدون من المؤمنین والمجاهدون فی سبیل الله بأموالهم و انفسهم.
که نه تنها حکم محاربه با اشخاصی را می‌دهد که نمی‌خواهد مسلمان شوند و یک سال قبل اجباری برای مسلمان شدن آنها در کار نبود، بلکه به مؤمنان نیز صریحاً می‌فرماید که آنها نیز مساوی نیستند، یعنی آنهایی که یا با زور و شمشیر و یا بخشیدن مال به جنگ مشرکان برخاستند با آنهایی که فقط مسلمان شده اند و عبادت می‌کنند یکسان نیستند. حضرت باری تعالی در مکه به پیغمبر خود دستور اخلاقی می‌دهد که ولا تستوی الحسنتون ولل سیئه ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه عداوتون که انه ولی حمیم، یعنی خوبی و بدی یکسان نیست، بدی را به خوبی پاداشته، مثلا خشم را با مهر، خشونت را با بردباری و آزار را با عفو، آنگاه دشمن با تو دوست صمیمی می شود. سوره فصلت آیه 34. اما در مدینه خداوند به حضرت رسول خلاف آن را دستور می دهد. فلا تهنوا و تدعوا الى السلم و انتم الاعلون، یعنی اکنون که برترید سستی به خرج ندهید و به صلح و مسالمت مگرایید. سوره محمد آیه 38. علاوه بر این تغییر روش و تغییر لحجه، گاهی در قرآن به آیاتی برمیخوریم که آفریننده کائنات و مدیر و مدبر میلیاردها خورشید و توابع به مشتی اعراب حجاز میفرماید اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون. سوره واقعه آیه 69. یعنی آیا شما باران را از ابر فرود آوردید یا ما؟ گاهی نیز مثل مردمان ناتوان و بیکس نیازمند یاری می شود. از این رو آهن را می فرستد تا معلوم دارد چه کسی به یاری او می شتابد. انا انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و ليعلم الله من ينصره و رسله، یعنی شمشیر یگان وسیله است که خداوند یاران خود و رسولش را باز شناسد. در قرآن بیش از 50 مرتبه خداوند هدایت مردم را منوط به اراده و مشیت خود می‌فرماید. ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون، یعنی کسانی که نامزد عذاب و قهر خداوندند ایمان نمی‌آورند. سوره یونس آیه 95. ولو شئنا لآتینا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين، یعنی اگر می‌خواستیم بر هر شخصی نور هدایت می‌انداختیم، اما حرف من حق است و دوزخ را از جن و انس پر خواهیم کرد. سوره سجده آیه 13. سپس بیدرنگ می‌فرماید فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا انا نسیناکم و ذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، یعنی پس به سزای اینکه روز واپسین را فراموش کرده اید اکنون بچشید عذاب را. ما هم اکنون شما را فراموش می‌کنیم و شما برای همیشه به سزای اعمال خود در عذاب خواهید بود. سوره سجده آیه 14. از خواندن این دو آیه موی بر اندام شخص راست می‌شود. خدا خود نخواسته است که مردم هدایت شوند و آن وقت سزای هدایت نشدن عذاب است، آن هم عذاب جاوید. خود او نخواسته است که مردم هدایت شوند، چنان که صریحاً در چند آیه قرآن از جمله آیه 25 سوره انعام فرموده است و جعلنا على قلوبهم اکنت ان یفقهوه و فی آذانهم وقرا، یعنی ما بر قلب آنها پرده کشیده ایم تا فروغ ایمان بر آن نتابد و در گوش آنان سنگینی گذاشته ایم که کلمه حق را نشنوند. و باز بیش از 50-60 آیه هست که عذاب علیم جاودان برای مردمی که خود نخواسته است هدایت شوند ذخیره فرموده است. از این موضوع که درگذریم به موضوع دیگری برمیخوریم که بسی مایه شگفتی است. در قرآن ناسخ و منسوخ زیاد است. دانشمندان تفسیر و فقهای محقق تمام آنها را تدوین کرده اند. منسوخ عبارت از آیه است که نخست نازل شده و بعداً آیه دیگری مغایر و مخالف آن نازل گردیده است که طبعاً ناسخ آیه قبلی است. گرفتن تصمیمی و عدول از آن، اتخاذ روشی و سپس تغییر آن امری است عادی و جاری برای آدمی که از کنه واقعیات اطلاعاتی ندارد. اندیشه محدود او فریفته امری شده و سپس به خطای خود پی برده است. ظواهر حوادث او را به اتخاذ تصمیمی می کشاند و پس از سنجش دقیق یا بروز واقعیاتی به خطای خود پی می برد و بنابر آن از رأی نخستین خیش عدول می کند. اما این پیش آمد برای خداوند دانا و توانا و از همین رو مخالفان زبان به طعن گشوده می گفتند محمد امروز امری صادر می کند و فردا آن را نسخ می کند. آیه 106 سوره بقره جوابی است بدین اعتراض.
ما ننسخ من آیت او ننسها نعت به خیر منها او مثلها علم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر. یعنی ما امری یا آیه‌ای را نسخ نمی‌کنیم یا به فراموشی رها نمی‌سازیم مگر اینکه بهتر یا مانند آن را بیاوریم. مگر نمی‌دانی خداوند بر هر امری تواناست؟ البته خداوند بر هر امری تواناست و به همین دلیل نباید آیه‌ای را بفرستد و سپس نسخ فرماید، زیرا توانای مطلق به ضروره باید توانایی فرستادن احکامی را داشته باشد که قابل نسخ نباشد. دانایی و توانایی از صفات ضروری حضرت باری تعالی است. بشر متفکر خدای را با چنین اوصافی ستایش می کند، اما این خدای دانا و توانا چرا امری صادر می کند که پس از آن نسخ فرماید؟ تناقض در خود آیه است. وقتی او علی کل شیء قدیر است، چرا از نخست آن امر بهتر را صادر نفرمود؟ گویا فضول و گستاخ در آن عصر هم بوده است که حتی بر اعتراض خود پافشاری می کرده اند. از این رو در سوره نحل همین جواب به شکل دیگری آمده است: فإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. یعنی اگر آیه ای را با آیه دیگر نسخ می کنیم، خداوند بدان چه می فرستد داناست. آنها تو را مفتری می گویند، اما اکثر آنها نمی دانند. به آنها بگو روح القدس آن را نازل کرده است تا مؤمنان را ثابت قدم سازد. آیه های 101 و 102. فرض این است که قرآن سخن خداست. هنگامی که خداوند سخن میگوید، طبعا باید رنگ پندارهای آدمیان ناقص و ضعیف در آن راه نیابد. باز در این دعایه تناقض صریح به چشم می آید. البته خدا به آنچه نازل می کند داناست. به همین دلیل تبدیل آیه‌ای به آیه دیگر مخالفان را به شک می اندازد. شک در این که آنها از طرف خداوند است. زیرا حتی مخالفان عامی و ساده لوح حجاز گویی می دانستند خداوند دانا و توانا مصلحت بندگان خود را تشخیص می دهد. پس باید از همان آغاز آنچه مصلحت اقتضا می کرده است نازل فرماید، چرا که تغییر رأی از لوازم بندگان ضعیف و نادان است. از مطالعه و تأمل در این تخالف ناچار یک توجیه بیشتر نمی توان یافت و آن این است که خداوند و محمد به شکل غیر قابل تفکیکی به هم آمیختند. خدایی در اعماق وجود ناخودآگاه محمد ظهور می کند، او را مبعوث می فرماید و مأمور ارشاد قوم خیش می سازد. آنگاه محمد بشر و دارای خصایص بشری بدین رسالت قیام می کند و آیات قرآنی از این دو شخصیت تراوش می کند. رأی عجیب و سزاوار دقتی که گلزیهر در آیات فصل سوم کتاب ارزنده خود به نام عقیده و شریعت در اسلام آورده است در اینجا به خاطرم آمد که شاید نقل آن شخص اندیشمند را به حل معما نزدیک کند. می نویسد: پیغمبران نه فیلسوفند و نه متکلم، از این رو مطالب خود را در تحت قاعده و ضابطه علمی در نیاورده اند. به عبارت دیگر یک سیستم فلسفی و کلامی قبلا پیریزی نکرده اند. از عمق وجدان آنها مطالبی بیرون می جهد و در آن پیرو الهامات درونی خیشند. مردمانی بدانها می گروند. تعداد مؤمنان روز به روز فزونی می گیرد تا جامعه نوینی بر اساس آن دیانت تشکیل شود. پس از آن دانشمندانی پیدا می شوند تا در مقام ایجاد منظومه فکری برای معتقدات عامه برآیند. اگر خلأی یافتند پر می کنند. اگر تناقضی یافتند با تأویل و تفسیر آن را سازگار می سازند و برای هر جمله ساده پیغمبر باطنی تصور و خلق می کنند. برای اظهارات الهامی او که فقط متکی به وحی ضمیر بوده است استدلال عقلی و منطقی درست می کنند و خلاصه معانی و مفاهیمی کشف می کنند که ابدا از مخیله آن پیغمبر نگذشته است. بر سوالات و اعتراضاتی که ابدا صاحب دعوت را ناراحت نکرده است جوابهای تهیه می کنند و خلاصه سیستمی فلسفی و کلامی می آفرینند و به خیال خود دژی رخنه ناپذیر در برابر شکاکین داخلی یا معارضین خارجی استوار می کنند و در تمام این بنیانگذاری به اقوال خود پیغمبر استناد می کنند. این مفسران و علمای کلام بی معارض نمی مانند. مفسران و متکلمان دیگر از همان اقوال پیغمبر آرای مخالف استخراج کرده و منظومه دیگری می آفرینند به کلی معارض دسته نخستین. از قضا گلزیهر دید بسیار نافذی داشته و مطالب را به طور کلی راجع به کلیه دیانات آورده است، ولی تصور می شود و شاید خطا نباشد اگر بگوییم مباحثات و مشاجراتی که از قرن اول هجری جان گرفت
و طوائف اشعری و معتزلی و شیعه و مرجعه و خوارج را به جان یکدیگر انداخت، مصدر الهام او بوده است. او خود یهودی است و از سیر تحول کلیسای مسیحیت کاملا با اطلاع است و همه این قضایا در دیانت یهود و نصاری نیز روی داده است. ولی اطلاعات دامنه‌داری که در مباحثات اسلامی دارد او را بدین درجه روشنبین ساخته است. یک گونه خیلی کوچک و مختصر از این اختلافات و مباحثات را چون مناسب این فصل است در اینجا می آوریم. در قرآن تعبیراتی هست که ذوق سلیم و هر شخص روشنبینی آن را به خوبی درک می کند و مورد هیچ شک و ایرادی نیست، مانند ید الله فوق ایدیهم، یعنی دست خدا برتر از دست آنهاست، که معنی حقیقی آن واضح است، یعنی قدرت خداوند مافوق قدرت هاست، و یا این تعبیر که الرحمنو علی العرش استوا، یعنی خداوند بر تخت مستقر گردید. طبعا خدا جسم نیست تا بر تخت بنشیند و معنی آن این است که پروردگار بر مقام ربوبیت استوار است، یا در توصیف روز قیامت می فرماید وجوه و یومئذ ناظره الی ربها ناظره، مؤمنان با رخسار شکفته به خدای خیش می نگرند، که به خوبی چنین معنی می دهد نیکان به سوی خداوند نگرانند یا اینکه به دو توجه دارند. ان الله سمیع بصیر، خداوند می شنود و می بیند، یعنی هیچ چیزی بر وی پوشیده نیست. بسیاری از مسلمانان خشک و جامد الفکر که بنا را بر حدیث و منقولات قرار داده و دخالت عقل را در امور دیانتی ناروا و باعث گمراهی می دانستند، این آیات و این تعبیرات را به همان معنی تحت اللفظی گرفته و معتقد شدند که خداوند چون آدمیان است و دست و پا و چشم و دهان و سر و گوش دارد. ابو معمر حزلی متوفی به سال 236 هجری می گفت هر کس جز این گوید کافر است. حنبلیان تابع امام احمد ابن حنبل بودند، همچون رهبرشان جامد و بی حرکت کنار معقولات ایستاده و هیچ گونه تحرک ذهنی را به خیشتن روا نمی داشتند. ابن تیمیه یکی از علمای بزرگ این طایفه است بین قرن 6 و 7 هجری که از فرط تعصب معتزلیان را کافر و امام محمد غزالی را منحرف می دانست. روزی در دمشق وعظ می کرد و به مناسبت آیه یا حدیثی از منبر فرود آمد و گفت همینطور که من از منبر فرود آمدم خداوند هم از تخت خود به زیر می آید. تعصب و جمود فکری این جماعت به درجه ایست که اقوال متکلمان اسلامی و معتزلیان و حتی اشاعره را باطل دانسته و هر نوع انحراف از آراء سخیف و عوامانه خود را بدعت می گویند. ابو عامر قرشی متوفی سال 524 هجری می گفت این بدعتگذاری است که آیه لیس کمثله شیء را بدین معنی می دانند که هیچ چیزی مانند خدا نیست. معنی آیه این است که خداوند در الهیت مانند ندارد، وگرنه چون من و شما اعضا و جوارح دارد و از خواندن آیه یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود دست به ساق پای خود زد و گفت خداوند ساقهایی چون ساق پای من دارد. از سیر در عقاید و آرای این جماعت بی اختیار شخص به یاد اعراب جاهلیت و عادات بدوی آنها می افتد که همان اعراب با همان بینش مادی و گرایش به محسوسات و دور بودن از امور روحانی از گریبان مسلمان سر بیرون می آورند و امتزاج با ملل آریایی و پیدایش فرقه‌هایی چون معتزله، اخوان الصفا، باطنیان، صوفیان و سایر فرقه‌هایی که به مقولات عقلی روی آورده اند در آنها تأثیر نکرده است. و از قضا رهبران و پیشوایان این قوم همه از نژاد سامی هستند و به ندرت اشخاصی خوشفکر و مایل به معقولات عقلی در آنها دیده می شود، برخلاف معتزله و غالب علمای کلام که یا از غیر نژاد عربند و یا اینکه به واسطه امتزاج با فکر آریایی جمود فکری و تسلب در عقاید بدوی را از دست داده اند. در حقیقت همه اینها ما را به جمله‌ای که در سطر این فصل آورده ایم بیشتر مطمئن می کند که انسان خداوند را به شکل خود آفرید. در اوقاتی که پیغمبر در تدارک جنگ با رومیان بود، یعنی سال 10 هجری، به یکی از اعراب متعین فرمود آیا امسال به جنگ با رومیان نمی آیی؟ جد ابن قیس جواب داد اجازه دهید شرکت نکنم و دچار فتنه نشوم، زیرا من زن را زیاد دوست دارم و میترسم از دیدن زنان رومی اختیار از دست بدهم. آیه 49 سوره براءت در این باب آمده است و منهم من یقول لؤذن لی ولا تفتنی الا فی الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحیطه بالکافرین،
یعنی بعضی اشخاص میگویند مرا معذور دار و دچار فتنه مساز، آنها در فتنه افتاده اند و دوزخ بر کفار مستولی است. معلوم است آیه از زبان محمد است، زیرا جد ابن قیس از او اجازه خواسته بود که در جنگ شرکت نکند، نه از خدا. ولی خدا زود به یاری فرستاده اش میشتابد و آتش دوزخ را برای کسی که جرأت و گستاخی را به دانجا رسانده است که میخواهد در جنگ شرکت نکند میافروزد. جن و جادوگری. جن موجودی است چون آدمیان، اما نامرئی. گاهی بر آدمیان ظاهر می شود و حتی ممکن است پریزاده عاشق بشری شود یا جن نری عاشق زنی از آدمیان گردد. ارواح شریره گاهی در بدن آدمیزاد رفته او را مسروع می کنند. این گونه اوهام میان همه ملل رواج داشته است. جادوگری از قدیم میان اقوام بشری متداول بوده و عبارت است از اینکه شخصی با خواندن اورادی یا درست کردن تلسمی یا ترکیب داروهایی کارهایی انجام دهد که به طور طبیعی قابل انجام نباشد. مثلا شخصی را بکشد، مردی را عاشق کند، زنی را به دیوانگی اندازد، عروسکی از موم بسازد و به چشم آن سوزنی فرو کند و بیدرنگ شخصی صد فرسنگ دورتر کور شود. این مهملات و اباطیل از قدیمترین آثار و در اقوام بشری موجود آمده است و متاسفانه هنوز هم وجود دارد، حتی در کشورهای رشد یافته. علت آشکار و مسلم قضیه این است که حیوان مدرک اندیشه دارد. اندیشه او را به تکاپو می اندازد. به نیروی اندیشه نمی تواند تاریکی مجهولات را روشن کند و ناچار دستخوش فرض و حدس می شود. هنگامی که اندیشه نتواند کاری از پیش ببرد، قوه واهمه به کار می افتد. آدمی در مقابل طبیعت ضعیف است، می ترسد. شهوات و رغباتی دارد که با وسایل عادی دست یافتن بدانها دشوار است. عواملی از این طراز او را در ورطه خرافات می افکند. فال می گیرد، طالع می بیند، از آینده نگران است. به رمل و جادو روی می آورد. در تاریکی وحشت و رو مستولی می شود. موجودات وهمی به اشکال مختلفه بر وی هجوم می آورند و الی آخر. پس جای شگفت نیست که عرب‌های قرن ششم میلادی بهره‌ای کافی از این اوهام داشته باشند، ولی شگفت این است که این هر دو موضوع در قرآن منعکس شده باشد، آن هم به صورت ایجابی و مانند یک امر واقع. دو سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس راجع به تأثیر سحر و چشم بد است و غالب مفسران قرآن برانند که لبید ابن اعصم بنابر تقاضای مشرکان قریش در کار پیغمبر جادویی به کار بست و در نتیجه پیغمبر بیمار شد تا جبرائیل نازل شد و او را از چنین امری با خبر ساخت. در تفسیر کمبریج آمده است که پیغمبر در حال بیماری خفته بود. دو فرشته را بالای سر و پایین پای خود دید. یکی از دیگری پرسید این مرد از چه ناراحت و نالان است. دومی گفت از سحری که لبید در کار او کرده و آن را در چاه دروان دفن کرده است. پیغمبر از خواب بیدار شد و علی ابن ابی طالب و عمار را مأمور بیرون آوردن سحر فرمود. آن دو آب چاه را کشیدند و سنگ ته چاه را برگرفتند و دیدند همانطور که فرشتگان گفته بودند رشته ایست دارای 11 گره. آن را نزد پیغمبر آوردند. آن وقت دو سوره مذکور که مشتمل بر 11 آیه است نازل شده و هر آیهی که خوانده می شد گرهی گشوده می شد و در نتیجه پیغمبر شفا یافت. طبری هم با آب و تاب بیشتری قضیه را شرح می دهد و تفسیر جلالین بدون آب و تاب خواندن هر آیه را مستلزم باز شدن یک گره می داند. تفسیر کشاف ابداً اشاره به این افسانه ها نکرده و حتی منکر تأثیر سحر و جادو شده، مثل تمام خردمندان شر ما خلق را بر این حمل می کند که ممکن است با زهر یا امثال آنها از بشری به بشر دیگر زیان رسد. اما مطلبی که هیچ یک از مفسران و علمای اسلام منکر نشده اند وجود جن است، زیرا در بیش از 10 جای قرآن به وجود آنها تصریح شده و حتی خلقت آنها را نیز از عنصر آتش ذکر کرده است. علاوه بر این در قرآن سوره‌ای بدین عنوان با 28 آیه موجود است که چند نفر از پریان آیاتی از قرآن گوش کردند و از فصاحت بیان و علو معانی آن به وجد و شگفت آمدند و اسلام آوردند و به قوم و قبیله خود رفته این مطلب را بازگو کردند. عرب‌ها چون همه اقوام بدوی معتقد به وجود ارواح و پریان بودند. طبیعت محیط و دشت‌های خاموش و خلوت آنان را در این گونه اوهام سخت یاری می‌کرد، به طوری که می‌گویند مسافری هنگام شب به دشت بی‌سکنه‌ای فرود می‌آمد، از شدت وحشت طی عبارتی خود را به پناه شاه پریان و میر جنیان می‌سپرد که او را از شر سفیهان جنی محافظت نماید.
و بر حسب نص آیه قرآن در همین سوره این پناهندگی انس به جنیان آنان را به غرور و انکار کشانید. شیوع اوهام و پندارهای دور از موازین عقلی در اقوام بدوی و حتی در میان طبقه پایین ملت‌های متمدن چندان مایه تعجب نیست، ولی آیا آمدن آنها در کتابی که آن را کلام خدا می‌گویند، آن هم از طرف شخصی که بر ضد خرافات و عادات جاهلانه قوم خود قیام کرده است و در مقام اصلاح فکر و اخلاق آنها برآمده است، موجب تأمل و حیرت نمی‌شود؟ آیا این سوره و محتویات آن را یک نوع رویا و مکاشفه‌ای باید تصور کرد که به حضرت محمد دست داده است، چنان که نخستین حالت وحی و ظهور فرشته را در آغاز بعثت رویای صالحه نامیده‌اند و آیه اول سوره اسراء را که حضرت محمد شبانه از مسجد الحرام به مسجد الاقصی رفته همین گونه تعبیر و تأویل کرده‌اند؟ آیا معتقدات عمومی قوم حضرت محمد چنان در روح پر از رویای او اثر گذاشته که رفته رفته واقعا تصور کرده است اقوامی به صورت و ممیزات آدمی در روی زمین هستند که دیده نمی شوند و مانند آدمیان به عقل و ادراک ممتازند و چون آنها مکلفند و از این رو باید آنها را به یکتاپرستی و اعتقاد به معاد دعوت کرد؟ در این صورت چرا پیامبری از نوع جن بر آنها مبعوث نشود؟ چرا که در همین قرآن مکرر به این معنی اشاره شده است که رسول هر قومی از نژاد همان قوم باشد و به زبان آنها تکلم کند و حتی در چند جای قرآن تصریح شده است که اگر در زمین فرشتگان میزیستند از فرشتگان پیامبری بر آنها میفرستادیم؟ یا اینکه سوره جن را نوعی صحنه سازی باید فرض کرد که از حضرت پیغمبر به مفاد بیت مولوی چون که با کودک سر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشاد ابداعی در بیان فرموده و مطابق عقول قوم خود داستانی آفریده است که جنیان هم از الفاظ و معانی قرآنی به وجد آمده و مسلمان شده اند؟ در هر صورت ایرادی بر حضرت محمد نیست. فلاسفه بزرگ یونان با آن افکار بلند و ثبت در مسائل ریاضی و طبیعی و تعلیل حوادث زندگانی معتقدات قوم خود را نتوانستند نادیده انگارند و در اساطیر و میتولوژی یونانیان دیگر شرکت کرده اند. ولی آن وقت یک مسئله باقی میماند و آن این است که مسلمین معتقدند قرآن کلام خداست و اینها را محمد نگفته است بلکه خداوند بدو وحی کرده است و همین سوره با کلمه قل آغاز شده است و خداوند هم در باب جن و پری با عقاید اعراب حجاز همساز است و با عقاید قومی اعراب از زبان حضرت رسول جاری شده است. تورات از مواریث گرانبهای تاریخ فکر بشری است، زیرا ساده‌لوحی اقوام ابتدایی راجع به پیدایش جهان و طرز فکر حقیرانه‌ای که از خالق کائنات دارند در آن منعکس است. بر حسب این کتاب خداوند آسمان‌ها و زمین را در ظرف 6 روز آفرید و روز هفتم که شنبه بود به استراحت پرداخت. پیش از آفرینش آسمان‌ها و زمین طبعاً خورشیدی وجود نداشت تا از طلوع و غروب آن روز و شبی پدید شود و بشر آن را برای خود معیار زمان قرار داده است. آیا خداوند هم برای نشان دادن زمان آفرینش محتاج این معیار بوده است؟ آیا 6 روزی که برای آفرینش جهان مصرف شده روزهای کره زمین است یا مثلا روزهای سیاره نپتون؟ علت حدوث روز و شب طلوع و غروب آفتاب است بر کره زمین. اگر فرض کنیم که خداوند هنوز آنها را نیافریده است، چگونه روز و شب حادث می شود؟ آیا در ذهن حضرت موسی ممکن است معلول قبل از علت وجود داشته باشد؟ باری قضیه هرچه باشد، این مطلب که خداوند دنیا را در 6 روز آفریده است، در قرآن مکرراً آمده است. 1. سوره یونس آیه 3 ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش، یعنی خدای شما کسی است که آسمان‌ها و زمین را در 6 روز آفرید سپس بر عرش مستقر گردید. 2. در سوره اعراف آیه 54 ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم استوى علی العرش که این عبارت آیه سوم سوره یونس تکرار شده است. 3. آیه 7 سوره هود و هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن و عملا، یعنی اوست که آسمان ها و زمین را در 6 روز آفرید و عرش او بر روی آب قرار داشت تا شما را بیازماید که کدام یک نیکوکارترید. راجع به خلق آسمان‌ها و زمین در 6 روز تکرار مطلب است، با این تفاوت که در این هنگام آفرینش عرش خدا بر آب استوار بوده است،
یعنی عرش و آب قبل از خلق آسمان‌ها و زمین وجود داشته اند، ولی در دو آیه اول پس از آفریدن زمین و آسمان‌ها خدا بر عرش مستقر می‌شد و تا درجه‌ای همان استراحت روز هفتم که در تورات آمده است از آن مستفاد می‌شود. و چنان که ملاحظه گردید در هر سه آیه خلقت زمین و آسمان به صیغه شخص ثالث بیان شده است، یعنی حضرت محمد سخن می‌گوید، اما در آیه 8 سوره قا خداوند سخن می‌گوید: و لقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام و ما مسنا من لغوب، یعنی ما آسمانها و زمین را و آنچه را ما بین آنهاست در 6 روز آفریدیم و خستگی به ما راه نیافت. تفاوت این آیه با سه آیه پیشین این است که تنها به ذکر آسمان و زمین اکتفا نشده و آفرینش به آنچه ما بین آنهاست نیز تعلق می‌گیرد و علاوه در این عمل خطیر و سترک خستگی به ذات باری تعالی راه نیافته است. خستگی کاهش نیروی حیاتی است و این کاهش به موجودهای ضعیف و محدود و قابل انهدام اختصاص دارد، نه به ذات پروردگار که ازلی و ابدی است و از هر گونه کاهش و ضعف و عوارض خارجی بر کنار. پس آوردن این مطلب که از آفرینش خسته نشده ام برای چیست؟ آیا برای جواب به تورات است که خدا روز هفتم به استراحت پرداخت که بالملازمه معنی خستگی از آن استنباط می شود؟ 5. آیه 9 از سوره فصلت: قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، یعنی به آنها بگو که آیا منکر وجود کسی می شوند که زمین را در دو روز آفریده است؟ در این آیه باز خداوند سخن میگوید نه محمد، و مدت خلقت زمین را 2 روز معین کرده است. فهوای آیه این است که همه اعراب مکه میدانستند که زمین در 2 روز خلق شده است و بنابراین نباید منکر وجود شخصی شوند که کاری بدین عظمت را در 2 روز انجام داده است. اما عربها چنین اطلاعی نداشتند تا از آنها بازخواست شود که چرا به آفریننده زمین کافرند. گرچه خداوند سخن گفته است ولی استدلال خداوندانه نیست، زیرا از آنها ایمانی توقع دارد که آن ایمان نتیجه اطلاع و اذعان اعراب است به این امر که کسی هست که زمین را در 2 روز آفریده است، پس ناچار باید آن را مولود تصور خود حضرت رسول دانست. 6. در همین سوره فصلت آیه 10 مشعر است بر اینکه 4 روز را خداوند صرف ایجاد وسایل معیشت ساکنان کره زمین فرموده است: و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی 4 ایام سواء للسائلین، یعنی و بر روی زمین کوه‌ها را قرار داد که زمین استوار بماند و برکت‌های خود را برای زندگی جانداران در 4 روز فراهم ساخت. 7. در این سوره دیگر از استقرار خداوند بر عرش سخن به میان نمی آید، ولی در عوض در آیه 11 همین سوره می فرماید: ثم استوی الى السماء و هی دخان و فقال لها و للارض ائتیا طوعا او کرها قالتا آتینا طائعین، یعنی پس بر آسمان که دودی بیش نبود بر شد و به او و به زمین گفت به مراد من بگردید، یا از روی رضا یا از راه اجبار. آنها گفتند ما مطیع اوامریم. در نص همین آیه زمین و آسمان مؤنثند و از همین رو فعل آنها که قالتا باشد به صیغه تثنیه آمده است، ولی در آخر آیه با کلمه طائعین جمع مذکر آمده و از مواردی است که تخلف از اصول زبان عرب روی داده است. 8. در آیه 12 همین سوره 2 روز به بنای 7 آسمان اختصاص یافته است: فقضاهن 7 سماوات فی یومین و اوهی فی کل سماین امرها، یعنی پس 2 روز به ساختن 7 آسمان پرداخت و تکلیف هر یک را معین فرمود. در این آیه که سخن از بنای آسمان و زمین است، عدد ایام خلقت به 8 روز بالغ می شود. این تشویش در موضوع دیگری نیز روی می دهد که نمی توان آن را سخن خدا دانست: ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم، یعنی روزی که آسمان‌ها و زمین را آفرید عدد ماه‌ها را 12 مقرر فرمود که 4 ماه از آنها ماه‌های حرامند: رجب، ذی‌قعده، ذی‌حجه و محرم. و این آیینی درست است. سوره توبه آیه 36. سال در اصطلاح ساکنان زمین 365 روز و اندی است که کره زمین یک مرتبه به دور خورشید می‌چرخد و از این گردش فصول 4 حادث می‌شود و مردم کارهای زندگی خود را از روی آن تنظیم می‌کنند. از این رو ملت‌های پیشرفته چون بابلیان، مصریان، چینیان،
ایرانیان، یونانیان و غیره سال را شمسی معین کرده و آن را تقسیم به 4 سه ماه یعنی 12 ماه کرده اند و در این عمل ملاک و ضابطه‌ای داشتند و آن سیر خورشید در مناطق مختلف آسمان بود. اما در اقوام بدوی و بی اطلاع از ریاضیات این کار دشوار بود و از این رو به آسان‌ترین وسیله تحدید و تعیین زمان متوسل شدند که ماه قمری باشد و طبعا نمیتواند ملاک تنظیم امر زراعت که نخستین و مهمترین وسیله زندگانی است قرار گیرد. اما اعراب از این ماه ها استفاده دیگری کرده و برای اینکه فطرتی از جنگ و خصومت داشته باشند 4 ماه آن را برای جنگ و خونریزی حرام کردند. این عادت قومی در قرآن به شکل یک اصل تخلف ناپذیر عالم طبیعت در آمده است. پس چنین خدایی یا خدای محلی و مخصوص جزیره العرب است یا حضرت محمد خواسته است این عادت قومی را به وسیله این آیه یک امر مسجل و لازم الاتباع کند. چنان که یک عادت قومی دیگر را به عنوان حج جز فرایض مسلمین ساخته و سعی بین صفا و مروه را از شعائر الله قرار داده است. به همین جهت در آیه 189 سوره بقره یکی دیگر از مظاهر طبیعت را علت یکی از عادات و یکی از احکام قرار می‌دهد. یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج، یعنی از تو راجع به کاستی و فزونی ماه می‌پرسند. به آنها بگو این حالات مختلفه ماه را برای تعیین وقت‌ها نظیر حج و غیره مقرر ساخته ایم. مضحک است که جلالین این آیه را چنین تفسیر می‌کند: تغییر حالت ماه برای آگاه ساختن مردم به فصل زراعت و موسم حج و روزه و افطار است. بدیهی است که ماه‌های قمری نمی‌تواند در امر زراعت به حال مردم سودمند باشد، اما سایر مراسم چون حج و روزه و غیره که بر ماه‌های قمری قرار گرفته برای این است که ماه‌های شمسی در عربستان متداول نبوده است که آن مراسم انجام گیرد. زیرا علت حقیقی حالات مختلفه ماه از هلال گرفته تا بدر شود و پس از آن کاهش آن تا دوباره هلال شود نتیجه حرکت انتقالی اوست به دور زمین و مواجهه آن با قرص خورشید و تصادف آن با روز و شب کره زمین. به عبارت دیگر این حالات مختلفه ماه هزاران سال بلکه هزاران قرن وجود داشته است، پیش از اینکه قومی به نام عرب در حجاز و نجد وجود داشته باشد و حتی شاید پیش از اینکه نوع بشر بر سطح کره زمین پیدا شده باشد. محققاً خداوند که آفریننده کائنات است این مطلب را می‌داند. پس طبعاً علت را جای معلول و معلول را جای علت نمی‌نهد. آیه دیگر در سوره انبیا است که آدم را به حیرت می‌اندازد. اولم یرالذین کفروا ان السماوات والارض کأنا رتقاً ففتقناهما، یعنی آیا کافران نمی بینند که آسمانها و زمین بسته بودند و ما آنها را باز کردیم؟ سوره انبیا آیه 30. نه تنها کافران، غیر کافران هم نمی دانند که آسمانها چگونه بسته بودند و چگونه گشاده شدند.